الان این جوان صبح تا شب فقط جنسی داره فکر میکنه. این اصلا دیگه تمام انرژیشو این افکار داره میگیره. بعد گیر میکنه. نمیخواد گناه کنه. وجدانش نمیپذیره. دینش نمیپذیره. روش نمیشه بره هیئت. روش نمیشه بره مسجد. از اون طرف نیاز داره. تو این پارادوکس گیر کرده که اسلام اینو نگفته بود. اسلام گفته بعد درست ارضا بشه. تشنه شده من آب آفریدم. غلط کردید سن ازدواج بردید بالا. بعد انداختید گردن اسلام. عرف جامعه برده بالا. عرف جامعه میگه فوق لیسانسش حالا بگیره ببینیم چی میشه. این فوق لیسانسش باید بگیره 20 خورده سال سنش میشه. دختر 9 سالگی 10 سالگی به سن بلوغ رسیده. چه خاکی تو سرش کاره با این سنش؟ با این حسش. ول کردید جوونامونو حیا نمیکنید؟ الگوهای اجتماعی من کجان؟ اونام لال شدن. جامعه میپذیره این بر ازدواج موقت بکنه؟ البته بابای بفهمه این دوست دختر داشته انقدر ناراحت نیست که بفهمه این رفته ازدواج موقت کرده. من نمیدونم این از کجای دین اینو در آوردید. اصل راهکار اسلام ازدواج دائمه. میگه اگر یک موقعی نشد، در دسترست نبود، ازدواج موقت کن. بابا حوزه چرا ساکته؟ دانشگاه چرا ساکته؟ بابا سلبریتی ما چرا لال شدن راجع به این مسئله حرف نمیزنن؟ چرا نمیان الگوی ازدواج صحیح و فلان اینجور چیزا؟ صبح تا شب ولنتاین و ولنتاین اینجور چیزا که روابط آزاد باشه رو میگید. یه جایی که طرف میخواد متعهدانه پای یکی وایسه رو نمیاد بگید. آقایانی که باید حرف بزنن چیکار دارن میکنن؟ تو زناها شریکید. از یک طرف ما مردم مقصریم که اومدیم عرفی رو در جامعه حاکم کردیم که هیچ ربطی به اسلام نداره. پدر مادر رو به پیر به پیغمبر مقصرن. باید جواب بدن وقتی جوونشون امکان ازدواج داره این کارو نمیکنه. وقتی هم طرف سن ازدواجش گذشت دیگه اصلا زن نمیگیره. اون شور و شوق جوانی توش از بین میره. اونی که عاشق میشده، قلبش به تاپ تاپ میافتاده، اون عشق اولیه این حرفو میزنه. تموم شده اصلا هیچ چیه. هی خودشو گول میزنه هم دختره هم پسره. با چی؟ ادامه تحصیل.